گروه تروریستی سنی های تندروی داعش با گسترش فعالیت های خود در مرزهای شرقی ایران امنیت ملی این کشور را به چالش کشیده است. در حالی که طالبان ادعای مبارزه با این گروه را دارند، گزارش ها از افزایش نفوذ گروه سنی های تندروی داعش در افغانستان و پاکستان حکایت می کند. نگرانی ها درباره تهدیدات جدی برای ایران را تشدید کرده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. ایران در شرایطی با تهدیدات گروه تروریستی سنی های تندروی داعش مواجه است که این گروه از طریق خاک افغانستان و پاکستان فعالیت های خود را به مرزهای شرقی کشور رسانده است. دولت طالبان که به عنوان حاکمان مسلط بر افغانستان شناخته می شوند، مدعی هستند که با گروه سنی های تندروی داعش مبارزه می کنند. اما گزارش ها نشان می دهد که این گروه همچنان در حال تقویت و گسترش فعالیت های خود است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اخیراً اعلام کرد که نیروهای این گروه یک تیم از داعش را در استان غور هدف قرار دادند، در حالی که این ادعاها بر نگرانی‌ها درباره افزایش نفوذ داعش در مناطق مرزی ایران نیز تأکید دارد. گسترش فعالیت‌های گروه سنی‌های تندروی داعش در استان غور و ایالت بلوچستان پاکستان که هم مرز با ایران است، امنیت ملی ایران را به شدت تهدید می‌کند. علاوه بر این، با توجه به ناتوانی حکومت پاکستان در مقابله با بحران‌های سیاسی و اقتصادی، احتمال ادامه فعالیت‌های تروریستی داعش در این کشور و پیامدهای آن برای ایران افزایش یافته است. ایران به منظور مقابله با این تهدیدات، نمایندگان خود را به عنوان سفیر و معاون سفیر در افغانستان منصوب کرده و بر گسترش روابط با طالبان تأکید دارد. این وضعیت باعث شده تا نگرانی‌های جدی درباره امنیت مرزهای شرقی ایران و تأثیر فعالیت‌های گروه‌های تروریستی بر منطقه بیشتر شود. در حالی که کشورهای منطقه انتظار دارند طالبان با این گروه ها مقابله کند، عمل کرده این گروه در عمل نشان دهنده عدم توانایی در تامین امنیت و ثبات در افغانستان است.